گفتگو میکنیم با همین سیدی، تحلیلگر سیاسی که از لندن با ما همراه شدند. آقای سیدی، خوش آمدید به ساعت خبر. خب اکثر منابع خبری هدف مصوبه امروز مجلس ترکیه رو اخراج برخی از نمایندگان نزدیک به احزاب کرد عنوان کردند. به نظر شما تا چه اندازه این نگرانی وارد هست؟ به نظر من خیلی جدیه. اقدام امروز پارلمان ترکیه واقعا یک شکستی برای دموکراسی نیمبند ترکیه، و صرفا هم نماینده های کرد نیستن، بلکه حتی تعدادی از نماینده های خود حزب عدالت و توسعه هم در حال حاضر در دادگاه پرونده دارن. بیش از 600 تا پرونده علیه 138 نماینده مجلس در حال حاضر در دادگاه منتظر این حکم بودند، و در کل منجر به این میشه که یک فضای خودسانسوری، یک فضای خفقان کل ترکیه رو در بر بگیره، چون این فقط موقعی که نماینده های مجلس همچون موقعیتی داشته باشن، طبعا فعالین حقوق مدنی، کسانی که نارضایتی دارن، اپوزیسیونی که به اصطلاح باید صدا شنیده بشه در دموکراسی، همه اینا مجبور میشن که یا خودشون رو سانسور کنن یا با تنبیهات بسیار سنگین مواجه بشن. آقای سیدی، در صورت نقض مسئولیت از نمایندگان و اخراج اونها از پارلمان ترکیه، این اقدام چه تبعاتی رو برای روابط ترکیه با اتحادیه اروپا که حالا مشتاق هم هست به اتحادیه اروپا بپیونده خواهد داشت؟ اتفاقا تاثیرات بسیار منفی داره. آلمان به عنوان قوی ترین پارتنر اروپایی ترکیه امروز در سه موضع جداگانه علیه این اقدام موضع گرفت. اولا سخنگوی خانم مرکل اینو محکوم کرد، گفت که اینو ما در هفته نشست هفته آینده خانم مرکل با اردوغان نگرانی خودشو ابراز میکنه. وزیر دادگستری آلمان گفته بود که این اصلا راه اروپا رو برای ترکیه میبنده. حزب سوسیال دموکرات آلمان که الان حزب ائتلافی هست در دولت آلمان، اعلام کرده بود که این مرگ دموکراسی، ضربه سنگینی به دموکراسی است. و از همه مهمتر شنیده میشه که در 17 روز آینده طرح بررسی ژنوساید ارامنه به پارلمان آلمان بیاد. احتمالاً اینم واکنشی هست که انگار شرکای اروپایی میخوان بسیار جدی در برابر ترکیه بیستن. تنها برنده کوتاه مدت شاید خود آقای اردوغان هست که به قیمت ضربه زدن به دموکراسی ترکیه، به قیمت تضعیف جایگاه ترکیه در منطقه و در جهان، صرفا به فکر تحکیم جایگاه خودشان. عضویت ترکیه در ناتو چطور؟ آیا حذف برخی نمایندگان منتخب مردم ترکیه از مجلس بر مناسبات ترکیه با ناتو هم تأثیری خواهد گذاشت؟ ببینید، موقعیت ترکیه در ناتو به اون اهمیت و حساسیت سابق نیست، به این معنی که خود ترکیه الان با بسیاری از اعضای اصلی ناتو مشکل سیاسی داره. طبعا به عنوان یک متحد نظامی، اگر از طرف یک نیروی خارجی ترکیه مورد حمله واقع بشه، کشورهای عضو ناتو مکلفن. ولی در کل این سردی که در روابط میان ترکیه و با اروپا و با آمریکا ایجاد شده، در کل باعث میشه که جایگاهش در ناتو هم به مانند سابق نباشه.